باید خاله نفیسه زن میگه چراغ خانه است. بله بله. او خانه که زن نبود او به چراغ است. این زحمت هایی که شما میکشه بدر برای فامیل و برای پدر اولادا باید سرتان حساب کنه. انشالله که حساب میکنه. خب این دای عزیز کچالو را جوش دادیم، کچالو را پوست کردیم، اینال بانجان میدهش انداختیم، میده کردیم، دیگه یک درک مساله انداختیم که یک درک مزه دار، اما تر تند و تیز بیاید اگر که با مزه و با مشتیاش بخوریم قلب مزه میده که تند و تیز دور کنی و بخورید چی یک کهی بکنم اوه دانم امره فالا، این گشنام شدیم. چطور یا سمین جون؟ میخوریم بخیر، باش که یک دفعه بیه شوان. یاسمین جان گفت ده قاورده مک باش که باز یک فکری برد بگیم می کدام نفر سردرخت بالا شد باغوان که آمد متوجه شد که سردرخت هست گفت چی میکنی؟ گفت توت میخورم باغوان گفت خود درخت زردالو است گفت نه این در جیبم از توت میخورم خانتی هم و مفلس خوشحال واره که مفلس خوشحال در هتل رفته بود بیچاره پیسه نداشته مفلس بود این وقت که در هتل رفته کبابی آمده گفته بیادر گفته چی میخوری چی بیاریم برد بیادر یه چیز نمیخورم این پین پگک دارم این پین پگک بگی من ربان کمینجا بشینم کباب خورده نمیتونم ولی که بوی کباب اسم میکنم پیسدار کباب بی پیسدار بوی کباب یاسمین جان بله این آماده شد راستی نمک هم پر کن بگه شما میفهمی اینا پر کردن تان و ما برم دیگدان در بطمان خود دینی را چیز کن تا وقت یک هنوز واز بریدگی را خود پر کردیم اینیش واز بریده نشده این رو یک واز بریده شده باز با در خود پر میشه کنیم میشه یک دفعه همین یک چند دانه را خودت واز ببر من مانده شدم پیش از پیش برتان میگم که دو تا بولانی کچالوی برام خب دو تا بولانی کچالو دو تا گندنه گندنه نوش جان نشده خاله نفیزه یک ذره جدی کو چی میگه الو دگه چی بود کال دگیر دگه بلا افتادم و خدا و یه شکم بو غفار جان و زلام علی آقا جان هم من گفتم خیلی هیچ اشتیا نداری به خاطر که لاغر است هیچ خوراک نداری نه لاغری ها زیاد اشتیا دارن اطلاع که بولونی رکی نمیخورن ها یه ندستی لالا جانم گشنه شده بر لالا این پیس باز دست خالا نفیزه مزه میتن دست خودتان نه خواهش میکنم خودش یک دست از مهم نیست اینه یاسمین جون نداریم زواله بگی زواله بگی مرگا میرم زیر دیگه در میتونم من نمی کنم دیگه دلت می کنی دلت نمی هشتا دو تا دیگه هم اینجا هست یک شخص اینه دو تا خیلی هست کو این پتش کرده آه پرش داده کل کار با جان میلا میکنی خودت میری یک گندنه را پاک کدی دلتا خوش کدی که من بولونی پخته میکنم چی صافی بتم؟ نه اون چوبک شد چوبک همون طرف هست طرف خودت هست کدام تفلک ها پیست سودا روان کردن یاسمین جان پشت کشمش گفت پدر جان چی برم گفت کشمش بگو تا دوکان میری دور است که یادت نره تا اموجه کشمش کشمش بگوی این بیچاره که پشت محمد روان است آه کشمش 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 دمینیزی که دوکان که میشه یادش میره دکاندار پیسه را میته میگه چی بتمت میگه باش که یادم رفته تواب جان مرم و چی بتمت بگو در یاد نیست چی بتمت یادش رفته چند قواد باز میگه
کاکا جان به من انگور پنچر بده. انگور پنچر. انگور پنچر یعنی چی؟ کشمش. کشمش یادش رفته که تو انگور پنچر بده. انگور پنچر. اینا بخای نان دیگه دیگدان در میتم بخای خو از جا بولانی به من تو خودم بخیزم دیگه باش که من این دیگدان یک دفعه در بتم چه خوب چوبک های بلوط آورده بسیار خوبش مورد بولونی کنم فکر یاد نداری لیاقت جان در مورد خوردن کنم فکر یاد نداری در خوردن یاد دارم فکر بگونی؟ بگو که بسیار خسته شدم به خدا این کارهای سخت شنفسی هم سر من مونده خب؟ ما پیر تو جوان نام خدا نال خوب دیگه گپ یافته از این شاگردکای هتل یاسمین جان پاچگیری از نمیذاریش یک نفر داخل رستوران بزور آورده دو نفر سه نفر چهار نفره دیگه کافی هم کافی شاقل است آمد نفر اولی را گفت کاکا جان تو چی میخوری؟ گفت ما قابلی پلو سر خلیفه زارا کرد گفت خلیفه قابلی پلو هم داری؟ خلیفهش گفت جواب هستی؟ نفر دومی را گفت تو چی میخوری؟ گفت من اونو با رقمش بگو امیر اثر بگو با مرقمش بگو یعنی تمثیلی بگو دیگه خب شاگرد هتل چهار نفر بزور داخل هتل ساخت آمد نفر اولی را گفت کاکا جان تو چی میخوری؟ بچه میگه قابلی پلو خلیفه قابلی پلو داری؟ جواب هستی؟ دومی را گفت بیادر جان تو چی میخوری؟ گفت چاینکی خلیفه یک چاینکی آن داری؟ جواب هستی سیمی رو گفت کاکا جان تو چی میخوری؟ نان چای خلیفه نان چای آن داری؟ جواب هستی نفر چاری میره گفت کاکا جان تو چی میخوری؟ کاکا جان تو را میگم چی میخوری؟ شاگرد و تلی صدا کرد گفت خلیفه یک توشک بالشت هم داری که اینا نارامخم است بیچاره آمده بوده در رستوران که خواب خدا پوریا کنم خب کافی شا قول ما جهست بود گفت توشک بالشت هم داری اگه یادت باشه نه یک وقت میگفته صدا میکرد ما که در هتل میرفتیم نان میخوردیم با صدا میکرد یک چای نکی زیر عکس مامالانی خانانه سابقه این یک کباب یا قابلی مایچه در زیر عکس درمندر بیار زیر عکس انتابه چند باز شاگردش میفهمید که مبکی ببرم میدم اون مشفرشان بود دیگه کافی های سابق بسیار مجهز بود حالا مجهز هست خواهد دیگه آن مدرن شده مدرن شده آره همه چیز مدرن چای نکی که سابق پخته میکرد حالا کهی و چای نکیسته میخوردی که از مزهش سیر نمیکردی و چای نکی اما تو یک مزه میداد دیگه مزه خاص او بولانی های سابقه را که تو هم پخته میکردی که یا لی بولانی های ببایید صدقه سرت شوه او بولانی سابقه بولانی بود دیگه کچالو را میده میکردیم قپ پیاز را میده میکردیم میششتیم باز پیاز را در کچالو منداختیم باز کتی مشت یکی ملاقه و چیزا را میکردیم پشت چمچه یا کتی مشت را او میکردیم دیگه سیر مرچ قصر روغن ساخت میکردیم بازدهش مندازه منداختیم که از مزهش سیر نمیتونست که پخ پخ یکی سمنه که خال نفسه بیسار خوب مزه دار پخته میکنه سمنک در جوش سمنک دورانش تیر شد وقتش تیر شد دیگه حالا نه بخیر باز میایه زندگی باشه باز وقت سمنک نزدیک میشه بخیر کم کم اگر نمردیم زنده بودیم مشکل دایی است که زنده باشیم وی به خدا مونده شدم ما کمک شوم یا سمین جان؟ نه خوراک از مدی کار خود برای بسیار است ورم بولونیا را شفتر شفتر کردیم
نکدیم هیچ رای نزن. من خانم کمک کردم نتونستم دیگه سعی که اینه حال نفسه. کمک کردم نتونستم. بینی بری دگیر کجا ببرم از برای خدا. مردا بسیار کارهای خانه را پیش میبرم. جارو میکنم. نه آفرین سلام آفرین با. فرشوی میکنه، خمیر میکنه، این لیاقت ما زد. چند دانه بولانی رو خراب کردی؟ دو تا. دو دانه بولانی. هر کس همکاره شده نمیتونه، نمیتونه. هر کس برابر استعدادش. اون استعدادهای دیگه ای داره که باز کس دیگه نمیتونه داشته باشه. اما تر نیست؟ آوالا. یک فرنیر خوب پخته میتونه. او به شکت. خیلی یک روز لیاقت جان رو بطلبیم که برای بیندای عزیز یک فرمی امت مزدار ایلدار برای ما پخته کنه که امت دیگه بوش دیوانه کنه دیگه. فرمی و کفته خمیری. کفته خمیری؟ کفته خمیری خانگی ها. یک کفته خمیری ای است که در چیز سر روغن پخته میشه در بازار. یکی خانگی است. او خانگیش هم یاد دارم. خوب کفته خمیری که در بازار پخته میشه او چپلی کباب گفته میشه. چپلی کباب با آردیم باز کفتی خمیری چه داز دگه چه داز ها. خصوصا که قدم بام دهش پردی دگه کفتی خمیری دم دگه شمالی والا بخته بنا اونا دگه کفتی خمیری شان نام داره در اون نامش خمیری است دگه خمیری خو نیست خمیر خو نیست و هزار یک قسم مواد داره که مواد امدهش تخم تشکیل میکنه تخم چیز ججق مندازندهش یا سمین جان ججق مندازن مرچ مندازن رومی مندازن رومی خشک باز رومی خشک یک مزه خاص دیگه را داره روغن خوب سرخ شود دستکای تردش یک جای دیگه سیس بچه شم بگید تو رو پا خدا این رقم میشه خوب بکو همیشه یکی مزله شده خورشید یاد نداری تو؟ نه پشت تصویر کار کنه نه بس خورشید کاریگر است خورشیدک دیگه نام خدا در کار خوب است ولکن یک ذره ناجور است از این مرزک ها گرفته بودش دور از آل شکر خوب شده دیگه آلا ممو آلت های مریضی در سرش کمک مانده انشالله جور میشه با دعای شما دوستان انشالله جور از بابا نام خدا دختر مریض دوست مریض نساز نیه آل شکر فضل خدا خوب شده باش که دنانبایی یک دفعه من کار کرده بود بچه ایسایی که تو یاد داری دوستان خدا داری ناقنه چرا کد من قدر دید کمک نکری قرار سر کده شیشتی میمان تیار خور در کوچه اصلا چپ خدا زده خو خیر باشه لیاقت جان حال میمان هستی میگم میمانه شب اول گل نار شب دویم گل خار شب سیم مظلم کش بگی بزن بق ده دیوال بچاره میمان وای حال میمان مسکین که میمان خاله نفیسه شب باز دیگه من خاله شب اول قدر داره شب دویم یک نیم نیم شب سیم دیگه باز خلاص است اونو موز که دیگه نان پیدا کردن چقدر سخت است شکر که از رای حلال است خوار جان تا خلاصی مانده آه دیگه ای خیلی دیگه چطور خفه که تا جانه بگیه جوره برگی یا سمین جان چیز نمیگیشم مثل امو چی سده که خال نفیسه که میگوتم کلچگک به من پخته کو باز در وقت کلچه پختن و نان پختن یک نان خورد و کلچه پخته میکردی بر منه نیشه جان هر کس که اینمی در دستش بیاید و دانش بیاید دیگه چی یک بلونی پر شده
اکامت مرچای زنده زنده می بوده ازگه چور ننداختی؟ نه ننداختی مرچ یک تعداد مریض است؟ یک مریض است یا سمین جان یکمه که تکلیف می داره؟ نه من دخصیش نیستم نیستی؟ نه چرا خوره که اولش خودت؟ نه من بخاطر که چی کنی؟ وای خدایا تو چپوتی بخدا وای زنده خوب باشی تر با خدا برای جور کن کامره بعد از تو پر کنم تو مهیره بگی اینجا بان بگی نام خدایت اینم سعی کنین از دوی اینی کار لیاقت جان است این میبینی این باز اگر ما یه تو بکنیم چه کمار مردم خنده کنه این لیاقت مردم رو سعی کن این تو کارشان است باز لاف میزنن که تر هستی ما تر هستی نه مشکل هست مشکل هست یاسم اینجا تو خانه تا باز یاد شد تیز نکنی کام سک میشه خوی چیز روغن شنانه خوش کش میکنم در چیز در چی خوش کنم یا سریم خورک کاغذ سلام کاغذ خراک در کبیتی انتو میکنم خورک دور خراک میدیدی باش یک چه مپندازم خیلی سعی کن نه برو او یکی شد نه بود یه نه بکن پس هم پاس بگاه جو شده یک همه روز آمد خیلی خالشم بوره خراب خراب بکن بچکان بچکان چیزه بچکان سعی کن تکری را بگی در تکری بار تو روخنش او تو نامان نفسه یک بچکان رو خیلی فکر میکنم که بولونیام تمام شد و خیر حال دیگه لیاقت جان که منتظر سخت خوردن بولونی است و بسیار دیگه دلش هم تا یک قسم قمقم میزنه و روداش غرنبس و جرنبس میزنه اون نفس چی خیبت دارین چی خیبت دارین نه بالاخره بولونی آمد و بالاخره لیاقت جان که به مراد دل خود میرسه اینا رو بولونی نوش جان میکنه بیار دیگه بانیم بولونی را این لیاقت جان او یک دانه یک بیچاره اونجا چرا پناه مونده باش نمیره خیلی من بیارم سعیست درست همی از یادم ده اینه من خود ما اینی رو میگم من میگم خیلی نیست نه یک هست خواه کمک کم روغن است گفتم دنی گفتم در وقت آخر یک دانه کم روغن پخته کنم آه بسم الله باش یک دفعه لیاقت بخونه اینه در خدمت زناره بیشتر دیدم ده تو چه رقم واز بریدی به اصطلاح واز میگن چی میگن چلپک شانه چپوتی شد چلپک چپوتی چلپک در تیل سیا پخته میشه یا سمین جان چلپک و منظور من از نان روغنی باش که یک دفعه بخوریم میشه ببینیم که چه رقم است خب اینه دیگه کامرا من میبینی امیال و تواب جان دیگه دلکایش هم از سگ دیگه ما نوش جان میکنیم خیلی هستیم فقط امی لغمه رو میگیریم با سمار دعوت میکنیم
بدلت هست یا نه؟ بغل هست نیست میخوریم. بسیار مزه دار. یک حجر به خدا مزه داره. یک چیش کم هست؟ مرچش. مرچش دیگه حالا امی مرچ ایتون از خود کمی بسیاری هم مرچ خوردن هم میکنم. از او خاطر نفیسه جان رو گفتیم مرچ ننداز یکنه یعنی مقه مرچ گرفته بود که داشت پرده خودش هم نمیتونم، مام نمیتونم، دیگرام نمیتونم. ای که تو میتونی من نوشو جانم ما اگه بتانم یا نه تانم یا سمی جانم مرچ در گرفته خوشم میاید. میگم باید درست هده دیک مرچ باشه که امت تا دگر نوشو جان تنده تیز باشه. خیلی نگفتن همونه که یوم بسیار مزه داره چون مکس نوش جانت بولونی مکس هست، کچالوس، رومی سب، گندنه هست، خیلی مزه داره هست. از مام تشکری کنه که کدت کمک کردم. کی من تشکری کنم؟ خود تو تشکری کن. تشکری زیاد میکنم یاسمین جان از نفیسه جانم. خیلی زحمت کشیده به یک مهمان و قدر مصرف. خانه تا باد. نوش جانت از خود که زیاد نیست. امروز قبل تالید که در بولونی برا برشده. والا بولونی دیگه از بولونی که چیز خوب در کجاست تو هم گپای میزنی. چی بهتر. خب لیا خجا نوش جان کنی بخوندم. من یک پیش از آوردنم یک دار سر دکدام دیگه چی؟ دوا زدی یک دانه را نوش جان. لیا خجا ناگفتن همان همیه. چی گفتنی داری بر بیندای عزیز، بر هموطنای عزیز، چی در داخل کشور، چی در خارج از کشور، گفتنی های راز دل درد دلتا بر علاقه مندایت بگو. درد دل خال نفیسه خود زیاد داریم، تشویش هم زیاد داریم. خدا مهربان است، من به زودی به خیر از طریق برنامه، طریق چینل یوتیوب ما، من میتونم که فال شما را خود دیدم نه؟ او خو یک بازی بود اما نه در حقیقتش فال حلقمندای ما را که واقعا همو کتابایی که پیشتان است در برنامه بعدی اونمو کتابایتان با خود بیارینا سعی دیگه همو فال کم قسمی که در زندگی شخصیتان فال بینی میکنین اونمو تی یک فال بینی باید در برنامه ما داشته باشی. حتما روانشناسی از اسرار رو کف دست بله، میشه. کف دست من کوشش میکنم که انشالله به هموطنهای عزیز خود که دمو سایت یوتیوب ما نام خود دم پایین صفحه نشته است نام خود، نشانی خود، نام اگر نامشان هم واضح نوشته نمیکنن سر نامشان نوشته کنن ما میفهمیم. مثلا مریم میم نه نفیسه نون یاسمین یا بسیار خوب بسیاری خوب میکنن نامای خود بسیار واضح نوشته میکنن در این کدام مشکل نیست و خودت از روی کف دست یعنی خطوطی که در کف دست قرار داره از روی ازی خودت بخت و طالعه و یا به اصطلاح فال مردم هم میبینی و بیننده ها و علاقمند هایی که میخواین کف دست خود از طریق برنامه چینل یوتیوب ما یعنی پن کابلیو ببینن و آگاه شوند که در خطوط کف دستشان چی چیزا نوشته هست امی تصویر دست خود در یوتیوب ما روان بکنن. البته که آدرس زیرنویس میشه امو زیرنویس بخوانن در مو واتساپ ما روان بکنن لیاقت جان از روی خطوط کف دست جان برشان امو آینده آل و احوالشان برشان تو واضح فال بینی ها. خب هموطنای عزیز، علاقمندای عزیز، وقتی که پیام نوشته میکنین رای میکنین تلفونتان اتو نگیرین، به این شکل بگیرین، به این شکل بگیرین که پیامتان مکمل به ما برسه. یعنی چه قسم یاسمین جان؟ فرض مثال اینه، این موبایل است، اتو نگیرن، اتر بگیرن موبایلم، اتر که گرفتن باز همو پیام با ما اما تو مکمل میرسه. به افتخارتم که یک لقمه بخورم. خوب دیگه تا برنامه آینده، تا دیدار آینده، تا میمان آینده، تا آشپزی آینده شما را به الله پاک بسپارید. روز و روزگار خوش داشته باشین و خوش و خوشحال باشین. برنامه ما را سابسکرایب کنین، ما را حمایت بکنین، از نظریات نیک و از نظریات مفیدان ما را مستفید بگردارین. الله یار و مددگار دان عزیزا.
عزیز تا برنامه بعدی خدا حافظ ناصرتان. بلای پاک میسپارمتان.